Gafurov. باز هم بازیکن بنیادکار با پاسی ارزی سعی میکنن بازی رو آروم کنن و به خوبی اداره کنند. کریموف یادیگراف یه پاس بلند جایی که بازیکن پرسپولیس باز هم صاحب توپ هستن. یه بار دیگه رضا نور محمدی نوری کلان امروز بیشتر علاقه داره که تک زب بازی بکنه. محمد نوری پاس خوب برای ویداش میان سمت راست. آقا زمانی بهش نزدیک میشه. بادامکی زاره سر توپ میزنه، میخواست شوت بزنه که این کار انجام نداد، توپ میاره به سمت چپ برای فشنگچی. فضا برای ارسال رو هم داره. کوتاه زمینی علی اسکر باز هم عقب تر مازیار زاره بازی رو باز میکنن سمت راست. سامان آقا زمانی خوده آقا زمانی هم نفوذ کرده بود سر توپ از مازیار زاره پای راست ضربش رو میزنه که توپ با هم با اختلاف بیرون رفت. توپ خوب آورد یه پای راست خودش مازیار زاره اما ضربش خوب نبود. تأخیر بالاخره با اشاره داور نستروف ضربه خودش رو میزنه. یه بار دیگه باز هم مازیار زاره هاشمیان این بار هم پشت به دروازه هست و سه بازیکن احاطه‌اش کردن که توپ رو ازش گرفتند. یادیگراف کارپنکو به عقب‌تر کریموف باز هم خود کارپنکو توپ میبره به سمت راست. یادیگراف یه پاس خطرناک سپر هیدری توپ اول رو میزنه اشتباه باز کنه پرسپولیس پشت محوطه جریمه. کارپنکو فضا برای سانترام داره که این بار سپر هیدری باز روی سر توپ دور کرد. حالا علی اسکر باید بازی سرعت نماز کنه پرسپولیس. فشنگچی خود هاشمیان همونجا هست. خود امیرحسین فشنگچی اینقدر معطل کرد که بازیکن بنیادکار توپ ازش گرفتند. و این طرف هم آفساید از سوی کمک دوم آقای عبدالله بلوشی قطری گرفته شد. آفساید هم به درستی گرفته شد از سوی آقای رمضانی داور دومی که او هم از کشور قطر هست سعید رمضانی. یه دوره خوب از هادی نوروزی توپ میره سمت راست برای امیرحسین فشنگچی. تغییر منطقه بازی نور محمدی فقط سفر حیدری به من یک دفاع عقب هست. علی اسکر یه سال داخل محوطه جریمه که توپ خیلی راحت به نستروف رسید. 35 دقیقه از زمان مسابقه سپری شد. پرسپولیس ایران 0 بنیادکار ازبکستان 0. هفته چهارم لیگ قهرمانی باشگاه های آسیا گروه سوم. جورایف جورجویچ در میانه میدان کارپنکو جورجویچ پرتاب برای پرسپولیس. حرکت انور قفوروف بود که بی ثمر بود. بازیکن سابقی حضور در تیم پاختاکور رو هم داره و سال 2002 در تیم پاختاکور بازی میکرد.
هیدروف پاس بلند پاشه مدافعان که حقیقی از دروازه بیرون میاد بود در اختیار میگیره بلافاصله را میندازه محمد نوری رو. یه بازیکن پرسپولیس از روی سرعت مهرهای خودشون مثل فشنگچی، علی اسکر، نوروزی و نوری استفاده کنن میتونن موفق باشند. یه حرکت داور اونجا آوانتاژ به موقع داده، یه سانس از بادامکی برای هاشمیان پشت محوطه با سمت بادامکی، نوری اونجا توپو گرفته و هنوز دارن جلو میان داخل محوطه جریمه، خبری از خطا نیست، کار دنبال میشه. محمد نوری هم بلافاصله برمیگرده در میانه میدان با سمت کنه بنیادکار هیدروف، کارپنکو، یادیگروف یا پاس بلند پشت مدافع خطرناک است این حرکت از رجبوف. سامان آقا زمانی بلافاصله خودش رو بهش میرسونه، خوبم توپش رو میزنه. خیلی سریع هادی نوروزی و ایداش میان سوالا بود مال بازیکن خالی هست، اما توپ جای میفرسته که اول بازیکن بنیادکار به اون منطقه میرسه. مازیار ازاره خطا رو بازیکن بنیادکار درست در دایره میانی میدان انجام دادن، خطایی که یادی گرفت انجام داد و خطش هم گرفته شد. بازیکن پرسپولیس پشت دروازه خودشون دارن خودشون رو گرم میکنن که چهره آرفی رو هم دیدید. یه بار دیگه بازیکن این تیم پشت محوطه جریمه بادامکی صاحب توپ هست، کوتاه، نوری رامیندازه، سامانه آقا زمانی رو خود آقا زمانی رو پای راست بلند روی دروازه، فرصت برای پرسپولیس که زبی سر اول رو باز هم کریموف زد. ویکتور کارپنکو، هیدروف و خود شدید داور دست به جیب ظاهرا میاد سمت بازیکنه بنیادکار. اونجا برخورد شدید بود بین بازیکنان این دو تیم که احساس ناراحتی میکنه سامان آقا زمانی. برخوردی که با کریموف داشت و داور هم یک کارت زرد رو برای کریموف به صفر رسوند. تعداد کارت های زرد به عدد دو میرسه دو تاره تیم بنیادکار. آقا زمانی خودش میاد کنار زمین تا با دستور داور دوباره به زمین مسابقه برگرده چون مشکل خاصی هم نداره. برخورد بدی داشت با بازیکن بنیادکار، پشت سر همه زبی سری که زده میشه و توپ هم آرام آرام بیرون میره و باز هم سپر هیدری جلو میاد. 40 دقیقه از زمان مسابقه سپری شد، فقط 5 دقیقه تا پایین بازی در نیمه اول فرصت هست. علیرضا حقیقی هم که این دقایق بیکار هست خودش رو اجرایی گرم نگه میداره. نمایی زیبا از داخل محوطه جریمه تیم بنیادکار، سپر هیدری پرتاب بلند داخل محوطه، یه زوی سر میتونه کارو تموم کنه که اونجا تو اون شلوغی مدافعان بنیادکار زوی اولو میزنند. باز هم سپر هیدری با بیرون پای راست بلند پشت محوطه جریمه توپو نوری فرستاد داخل محوطه، حالا نوروزی باز هم فرصت برای پرسپولیسی ها با توپی که خطرناک زد محمد نوریو با بد شانسی توپ به بیرون رفت. زویه زمینی پایش به محمد نوری اینطوری با کمترین اختلاف ممکن به اوت رفت. جورجویچ میگیره ازش اونجا بادامکی و تا
توپ بسته پرسپولیس باید به یادش در بیاد. اونجا دوباره خطای بازیکنی بنیادکار رو گرفته. زاره تمامی توپ در میانه میدان اول به او ختم میشه. یه بار دیگه باز هم رضا نور محمدی پاس بلند برای نوروزی در سمت راست، کنترلش خوب هست، بازیکن رو مقابل خودش داره. خود حال نوروزی، حالا آقا زمانی پاس عالی، خود نوروزی باز اونطر سانترین روی دروازه فرصت پرسپولیسی ها هست. پشت همه فشنگچی، خبری از آفساید هم نیست اونجا، اما پاس فشنگچی بد بود، پاس به بیرونش رو خیلی بد داد امیرحسین فشنگچی. باز هم سامان آقا زمانی، هاشمیان زبه بلند برای هادی نورودی داخل محوطه جریمه. اونجا دو سه مدافع بنیادکار حاضر هستند و بر میگردونن. رجبوف و پرتا برای تیم میهمان. پرسپولیس با الاتحاد در عربستان در تهران هم بازی خواهند داشت، اما بعدش با الوحده باید در کشور امارات بازی کنند. یکی دو بازی دور برگشت در تهران هست و اونها میتونه بسیار خوب باشه. باز هم توپ گیری بازیکن پرسپولیس پشت محوطه بادامکی، مثلث رو تشریح میدن فشنگچی، زمین محکم از فشنگچی و توپی که این بار هم از کنار دروازه به بیرون رفت. زبیه امیر حسین فشنگچی 25 ساله تو چارچوب نبود این بار. هادی نوروزی تو بیاد سمت راست و بیرون رفته و یه بازیکن بنیادکار هم ناراحت هست. کیشی داره باهاش صحبت میکنه، آرفی هم داره خودش رو به شدت گرم میکنه و آماده میکنه تا شاید گزینه اول پرسپولیس برای تعویض او باشه. نتیجه والیبال رو هم دوستان میگن که 3-2 تیم پیکان به سود خودش به اتمام رسیده مقابل تیم باریج سانس. بادامکی در میانه ای میدان، 45 دقیقه هم تمام هست و داور چهارم با تابلوی خودش اومده کنار زمین تا وقتهای اضافه را اعلام بکنه. قبل از هاشمیان مدافعان رو برمیگردن و خطای وحید هاشمیان هم گرفته شد. دو دقیقه وقت اضافه باید محاسبه بشه. امیدواریم که در نیمه دوم بازی بهتر رو از بازیکن پرسپولیس شاهد باشیم. کریموف، رجبوف پشت محوطه جریمه، فضا برای شوت رو بهش نمیدن. دستش خون علی اسکر، توپ رو ازش به خوبی گرفت در میانه میدان. نوری را میندازه مازیار زاهر رو، پاس عالی پشت مدافع برای فشنگچی. سرعت توپ زیاد هست، خود فشنگچی به توپ خواهد رسید، اما قبلش داور اعتقاد داره توپ بیرون رفته. فقط 60 ثانیه تا پایان بازی در نیمه اول فرصت هست. با احتساب 2 دقیقه وقت اضافه بازیکن پرسپولیس رو بیرون میزنن. پرتا برای بنیادکار،
کارپنکو. دوباره خطه بازیکن پرسپولیس رو به دیگه ویکتور کارپنکو اعلام کرد، بازیکن 33 ساله تیم بنیادکار که کاپیتان این تیم هم هست. ثانیه های پایانی مسابقه در نیمه اول هست، ببینیم که از این موقعیت بازیکن بنیادکار چگونه